شب شما بخیر. به برنامه دیگه از روی خط خوش اومدید. هر ایرانی یک ایمیل ملی. هفته که گذشت دولت ایران خبر از ایمیل ملی داد و از راه اندازی اون اطلاع رسانی کرد. هر ایرانی میتونه برای اینکه یک ایمیل ملی داشته باشه احراز هویت بشه و کارت شناساییشو ارائه بده و البته این ایمیل رایگان نیست. اگر شما عضو کاربران شبکه‌های اجتماعی هستین و در ایران زندگی می‌کنید، آیا این ایمیل رو دسترسی دارین بهش؟ آیا این ایمیل رو ثبت نام می‌کنید؟ اصلا نظر شما در مورد این ایمیل چیه؟ از همین الان می‌تونید با شماره 202-692-4360 همراه برنامه خودتون باشین. همینطور می‌تونید در فیسبوک چت کنید با من، همینطور در اسکایپ به صورت صوتی و تصویری همراه برنامه خودتون باشه. یادتون نره برای ما ایمیل بزنید، شماره تماس بزنید، ما با شما تماس میگیریم یا اینکه نظرتون رو بگین براتون میخونیم. یادتون نره ما رو در توییتر دنبال کنید. به برنامه خودتون خوش اومدید. پریسا فرهادی هستم، امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. از شما دوستان دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با من، رویا و مهمانان برنامه همراه باشید تا در رابطه با ایمیل ملی گفتگو کنیم. بیایید روی خط صدای آمریکا و نظراتتون رو راجع به این موضوع مطرح کنید. خب رویا، خیلی از کاربران که در اینترنت در ایران فعال هستن خیلی نگرانن راجع به ایمیل ملی. دقیقاً پریسا، از دیشب که ما این استاتوس گذاشتیم توی فیسبوک، کاربرای زیادی در مورد صحبت کردن که بیشتر کامنت هایی هم که گرفتیم در مورد امنیت این ایمیل بوده و خیلی ابراز نگرانی کردن. بهروز یکی از کاربران ما هستش که در فیسبوک نوشته به نظر من اینا فقط میخوان تو کار مردم سرک بکشن و مردم رو کنترل کنن و این اصلا خوب نیست، نباید ایمیل ملی درست کرد. من که به همون یاهو خیلی راضی هستم و سر بی دردم و دستمال نمیبندم. اما به غیر از پریسا، به غیر از کاربران که در مورد امنیت این ایمیل ابراز نگرانی میکنن، خب کارشناسا هم در موردش نظر میدن، فعالان شبکه‌های اجتماعی هم در موردش صحبت میکنن. اما حسن نامی وزیر ارتباطات ایران نظرش چیز دیگه است، با هم بشنویم. حالا یواش یواش داریم میریم توی پست الکترونیک و از امکانات الکترونیک و زیرساختی که در کشور ما ایجاد شده میخوایم به ترتیب بهره برداری بکنیم. ما هدفمون ربایش اطلاعات دیگران، به خطر انداختن امنیت داده های دیگران یا بهره برداری نیست، چون تو اسلامی که ما بهش معتقدیم اینا نکوهیده است و حرامه. برحال این ایمیل ملی قصه‌های زیادی در پسش داره، اما بیشتر کارشناسا در مورد هدف‌های امنیتیش، موفق نبودن تر و رقابت اون با شبکه‌های اجتماعی دیگه، به خصوص شبکه‌های ایمیلی دیگه، به خصوص جیمیل و یاهو، ابراز نگرانی کردن. بله درسته رویا، و می‌دونی که در ادامه برنامه مهمان داریم، آقای امیر رشیدی، کارشناس نرم افزار از ایتالیا. سلام آقای رشیدی، خوش اومدید به برنامه روی خط. سلام، خیلی ممنون ازتون. آقای رشیدی، نظر شما راجع به ایمیل ملی چی هست یا ایمیل بومی؟ خب در درجه اول وقتی میگن یک سرویس ملی هست، ما باید به این نتیجه برسیم که این سرویس در داخل کشور و توسط کارشناسای داخل کشور طراحی شده و پیاده سازی شده، در حالی که خب چنین چیزی وجود نداره. در مورد حداقل من میتونم تو حوزه تخصصی خودم اینترنت و کامپیوتر عرض کنم، ما پیش از این سیستم عامل ملی رو داشتیم که خب اونم ملی نبود، در واقع لینوکس بود که گرفته بودن توسعه داده بودن. الان هم که بحث ایمیل ملی هستش، این چیزی نیستش که ما بتونیم بگیم در داخل کشور انجام شده. یک نرم افزار متن باز اوپن سورس بوده که هر کاربر معمولی هم میتونه بره از سایتش دانلودش بکنه و تغییراتی که مورد نظر خودش هست روش پیاده بکنه و رو یه سرور راه اندازیش کنه. بنابراین از نظر من اتفاق ملی رخ نداده. خب آقای رشیدی، همینطور که رویا هم گفت، در فیسبوک که نگاه میکردیم کاربرانی که کامنت گذاشته بودن بیشتر نگران بودن راجع به امنیت این ایمیل. نظر شما چی هست در این رابطه؟ بله، اتفاقا اولین بحثی هم که کردن این هستش که دلیل وجود آوردن این سرویس ایمیل امنیت هستش.
امنیت رو من در دو مورد میتونم توضیح بدم که واقعا چنین چیزی صحت نداره. ساده ترین و ابتدایی ترین سرویس امنیتی که روی هر وبسایتی که به کاربرها سرویس هایی رو میده باید وجود داشته باشه، سرویسی هست به نام SSL. در واقع شما موقعی که آدرس یک وبسایت رو توی آدرس بار اینترنت بروزر خودتون تایپ میکنید، دو حالت مختلف داره، یا HTTP هست و یا HTTPS. اگر این S وجود داشته باشه به این معنی هستش که ارتباط بین کامپیوتر شما و سرور ارتباط امنی هست و نفر سومی نمیتونه به راحتی اطلاعات شما رو به دست بیاره. در حالی که شما میبینید که این ایمیل ملی فاقد چنین سرویسی هستش، سرویسی که الان تمام سرویس های وبسایت های دنیا دارن ازش استفاده میکنن و واقعا پیاده سازیش هم کار پیچیده و سخت و دشواری نیست. پس این فاکتور اول امنیتی که فاقدش هست. فاکتور دومی که بسیار مهم هست، همونطوری که عرض کردم، این یک برنامه متن باز هست که هر کسی میتونه از وبسایت راند کیوب دانلودش بکنه. اما نسخه‌ای که استفاده شده نسخه قدیمی هست و متاسفانه به نظر میاد پچ‌های امنیتی هم که برای اون نسخه قدیمی نوشته شده توی این نسخه‌ای که استفاده کردن وجود نداره. بنابراین حتی از نظر نوع استفاده میشه گفتش که حتی اون اپلیکیشن هم الان دارای امنیت نیست به خاطر اینکه خیلی قدیمی هستش. و ابتدا برای اینکه بخوان این ایمیل رو داشته باشن، کاربران باید یک فرمی رو پر بکنن که یک سری سوالات رو باید پاسخ بدن و یکی از این سوالات شماره کارت ملی هستش. دقیقاً. ببینید، فرض بکنیم که الان یه مثال بزنم که متوجه بشیم که بودن این شماره کارت ملی چقدر مسئله مهم و حیاتی هستش. فرض بکنید که الان یک کاربر در ایران نشسته داره از یه سرویس مثلا جیمیل استفاده میکنه. خب برای اینکه بتونن اطلاعات این فرد رو داشته باشن، مستلزم این هستش که بتونن به سرورهای گوگل نفوذ بکنن، بتونن آی پی این شخص رو تریس بکنن، محلش رو پیدا بکنن و یه سری کارهای فنی از این دست. در حالی که وقتی شماره ملی یک فرد رو داشته باشن، بدون کوچکترین دردسر فنی که خب به راحتی هم نیست انجام این کارها، یه سری امکانات نیاز داره که بعضیش ایران داره بعضیش نداره، یه سری دانش فنی نیاز داره، ولی با داشتن شماره ملی نه تنها به چیزهای خیلی ساده و پیش و پا افتاده مثل آدرس محل زندگی افراد که حتی مثلا به شماره حساب بانکیشون، بحث نمیدونم مالیات، تمام اطلاعات شخصی اون فرد کاملا قابل ردیابی و قابل کنترل هست و از اونجایی هم که اعتمادی وجود نداره به حکومت با توجه به کارهایی که کرده، اتفاقایی که برای فعالین عرصه اینترنت مثل ستار بهشتی و اینها افتاد، میشه گفتش که این هم به نوعی یک خطر بزرگ است برای کسانی که از این سرویس میخوان استفاده بکنن. ممنون از شما آقای رشیدی، در ادامه برنامه گفتگومون رو با شما ادامه بدیم. اما یک تلفن داریم، محمد از تهران. سلام محمد. سلام، نظر شما چی هست راجع به ایمیل ملی؟ به نظر من داشتن هر نوع اینترنت و ابزارهای جانبی و نظیر حالا ایمیل و بقیه مسائلش که بومی باشه برای هر کشوری لازمه، چون میتونه خود اون کشور در واقع امنیت اون رو حفظ کنه. و دلیل این هم ماجراهای نظیر اسنودن و جولیان آسانج که باعث شده تقریبا همه کشورها به این مسئله فکر بکنن و استفاده از تکنیک‌های ملی رو مفیدتر بدونن. ایران هم از این قانون در واقع مستثنا نیستش و به دنبال این بوده که حتی یه ایمیل رو با حفره‌های امنیتی خیلی کمی که وجود داره رو استفاده بکنه و جایگزین سرویس‌های دیگه مثل یاهو و جیمیل بکنه. یک بحث دیگه هم که وجود داره اینه که ما در واقع مباحثی که وجود داره در واقع قطع اینترنت هست که در از خارج ممکنه برای ایران اتفاق بیفته و وقتی که یک اینترنت ملی، ایمیل های ملی وجود داشته باشه، یک اینترنت داخلی میتونه این مشکلات رو رفع بکنه. و از طرف دیگه این که این افراد میتونن چون همه اطلاعات در واقع در دسترس ثبت احوال و همه اینجور مسائل ها در واقع وجود داره و اینا میتونن اطلاعات شخصی خودشون خیلی راحت در اون قرار بدن و مشکلی براشون پیش نیاد.
اما آقای محمد، شما راجع به امنیت این سرویس صحبت کردید، اما هشدارهایی هست که کارشناسان راجع به ضعف‌های این سرویس و حفره‌های امنیتی این سرویس دادن، علاوه بر این که خب خیلی ها هم نظر مثبتی دارن راجع به این ایمیل. به نظر من این حفره ها قابل رفعه. ما مثلا میبینیم که وقتی ویندوز میادش حفره های امنیتی داره، همینجوری سعی میکنه بر اساس تجربه، بر اساس آزمون و خطا، بر اساس اطلاعاتی که میگیره، در بازخورد هایی که میگیره میتونه این حفره ها رفع کنه. بالاخره هر چیزی که قرار باشه بومی بشه یه سری مشکلاتی رو قطعا خواهد داشت و این کمک میکنه به اینکه بتونه هم در واقع حفظ امنیت بره بالا در کشور و هم اینکه باعث که اون حفره ها رو بتونن پوشش بدن و کارشناسان بتونن روی این مسئله کار بکنن و بتونن به اون نقطه نظر مطلوب برسن. اما آقای محمد، این ایمیل در حقیقت جواب خودش رو پس داده، قبلا بررسی شده و به اون حفره‌هاش دسترسی پیدا کردن، به اون حفره‌های امنیتیش دسترسی پیدا کردن، برای همین کنار گذاشته شده. یعنی فکر می‌کنید این آزموده رو دوباره باید آزمود؟ نه، آزموده رو دوباره آزمودن نیستش. بالاخره هر چیزی که قرار باشه بومی بشه، ما می‌بینیم وقتی کشور مثل کره جنوبی می‌خواد پیشرفت بکنه، از یه نقطه شروع می‌کنه به عنوان مهندسی معکوس. مهندسی مرکز رو که پیش برد، بعد اون موقع میشه خودش به عنوان یه قول در واقع الکترونیک، یه قول در واقع تو زمینه ماشین سازی، یه قول تو زمینه همه کاری که انجام میده. ایران هم دقیقا همون مسیر داره تقیم کنه. راه پیشرفت همین هستش. ما نمیتونیم بگیم راه پیشرفت راه غیر از اینه. همه کشورهایی که به نوعی کسی پیشرفت کرده از همین طریق پیشرفت کردن. یه امروز یک در واقع یک مسئله رو آزمایش میکنن، خطاهاش رو درمیارن، دوباره با اون خطاهات دوباره اون رو در واقع آپدیتش میکنن و بعد از اینکه آپدیت بشه باز دوباره بازخورد میکنن و میتونن رو همین مجزا هی کار بکنن تا به اون در واقع مطلوب خودشون برسن. بله، تشکر میکنم از شما آقای محمد از تهران. بله، در ادامه برنامه میخوایم من نظر براتون بخونم. کاتیا گفته که برای انجام امور داخلی بهتر اطلاع در هویت واقعی افراد در داخل کشور حفظ بشه تا در خارج، ایمیل ملی گامی هست در راه آینده. همینطور بهمن گفته مگر مثل گرفتن کد ملی اجبار درش باشه، وگرنه ما کاربران استفاده نخواهیم کرد. و همینطور فهیمه گفته بر اساس آمارهای رسمی تقریبا بیش از نیمی از جمعیت 75 میلیون نفری ایران از اینترنت استفاده میکنن، اما دولت مردان ایران همواره اعلام میکنن که سرویس های ایمیل خارجی ناامن هستن و امکان شنود اونها از سوی کشورهای خارجی وجود داره. به نظر این کاربر دولت ایران این کار رو انجام داده به خاطر که میخواد شنود در خارج از ایران انجام نشه و در داخل از ایران انجام بشه. من یه سوال دارم از میهمان برنامه آقای رشیدی. بحثی که بین کاربران وجود داره بحث به صرفه بودن این ایمیل هستش. همونطور که میدونیم برای سرویس های مثل جیمیل یا یاهو یا حتی هات میل مبلغ یا نباید پرداخت کرد و نیاز به احراز هویت هم در حقیقت وجود نداره، اما گویا ایمیل ملی پولی هستش و برای افراد حقیقی حتی بیشتر از افراد حقوقی باید در سال پول پرداخت کنن. به نظر شما این مرغوم به صرفه هست یا نه؟ والا راستش نه تنها مرغوم به صرفه نیست، من یه علامت سوال هم میخوام جلوش بذارم و اون اینی که چطور میشه که ما بیایم از یک سرویس رایگان، تأکید میکنم رایگان، استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم یه پولی از مردم بگیریم. خب این یه ذره به نظر من حقیقتش غیر منطقی هستش، به خاطر اینکه شما یه چیزی رو به شکل رایگان ورداشتید، چیزی که اشکالات بسیار زیادی داره، نسخه نهاییش نیست، آپدیتاش روش نصب نشده، یه چیز در واقع یک محصول ضعیف، ناقص و ناتوان رو دارید به مردم میفروشین، در حالی که محصولاتی وجود داره که بسیار موفق‌تر هستن، جوابشون رو پس دادن و نیاز به هیچ هزینه‌ای هم نداره که مثلا کاربرا لازم باشه براش پول پرداخت بکنن. اگر هم بخوام پول پرداخت بکنن، چیزی به دست میارن بیشتر از اون چیزی که داره بهشون داده میشه، سرویس بیشتری به دست میارن. بنابراین حتی این نفس دریافت پول به نظر من یه مقدار چیز عجیبی هستش. بخوام حتی بحث هزینه نگهداری سرور رو اینجور چیزا رو بکنیم، واقعا مبلغی نمیشه برای یه دولت، مبلغ خیلی خاصی در نمیاد این عدد. درسته، ممنون.
فریسا، بیشتر کسایی که برای ما کاربرایی که برای ما پیغام گذاشته بودن، بحث رایگان نبودنش هم براشون جای سوال بود و همه میپرسن که ما چرا باید گویا برای هر فرد حقیقی در سال 15,000 تومان و برای هر فردی که حالا شرکت داره یا حقیقی هست، حقیقی نیست و حقوقی هست، باید 10,000 تومان در سال پرداخت کنه که برای کاربران شبکه‌های اجتماعی که به هر حال خیلی بیشترین افرادی هستن که با ایمیل سر و کار دارن جای سوال بوده. بله درسته. همینطور شرکت پست قراره که از این به بعد مسئولیت ارسال نامه‌های الکترونیکی کاربران در قالب ایمیل ملی رو هم بر عهده بگیره که حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. اما الان مهمان دیگه داریم از تهران، یکی از بیننده های ما هستن، آقای ستار از تهران که از طریق تلفن با ما هستن. سلام آقای ستار. سلام، وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. نظر شما چی هست راجع به ایمیل ملی؟ حالا من شاید صحبت هم یه مقدار زیاده به شما مثلا می کنم، خیلی کوتاه عرض بکنم خدمت شما. خیلی فرهادی، راجع به اینکه من از این سیستم استفاده می کنم یا نه که یه سوال ویژه هم بودش، این چیزی که مطرحه اینه که اگر قرار باشه طبق اون مطرحه در واقع مواردی شد جزی مؤلفه های هدف این نرم افزار و این طرح هستش، مثل امنیت و حفظ اطلاعات یا رابطه با دستگاه های دولتی هستش، رابطه با دستگاه و نهادها و دستگاه های دولتی هستش، قرار میشه به این فکر بکنم آره خب منم موفق از این استفاده میکنم. اما نقاطی که من فکر میکنم چند روز دیگه راجع به این مسئله، این مسئله که مهم مسئله مطرح میشه، دو سه موقعی که من خدمت شما عرض میکنم. یکی این که این نهادها موقت نشده، این بانکی که اوپن سورس هست، اصطلاحا متن باز هست، یه طرح اولیه آزمایشی، اصلا قرار نیست این سیستم دائمی باشه. اینه این که هویت ویژه برنامه های متن باز اوپن سورس اینه که میشه این سیستم ها سفارشی کرد، یعنی تغییرات حتی در حصه اون لحاظ بشه و این میتونه ضامن امنیت باشه. این طرح هم در واقع شروعش خوبه که حتی آزمایشی باشه، چون که کمک میکنه به فراگیر شدن طرح شهروند الکترونیک. ما چقدر زمان میذاریم، زمانهای اضافه چقدر انرژی صرف میکنه خانم فرهادی، خانم ملکی. متاسفانه تو چند روز اخیر اجازه بدین همینجا ازم گلایه بکنم که فقط به اشکال مراحل ثبت نام و معایب سیستم موقت که حالا مثلا رانکی سیستم اولیش باشه اشاره شده. و جالبه بهتون بگم هم به شما هم به بینندگان این عزیز اصلا یادآوری بکنم که تا 3-4 سال گذشته خود یاهو، خود جیمیل سرویس، حتی هاتمیل به لحاظ رابط گرافیکی و سرعت واقعا عملکرد ضعیفی داشتن تا زمانی که جکویده مطرح شد. و از اینجا که بشتره مطرح میکنم و حتی ضعف‌ها و حفره‌های امنیتی ربات یاهو تا چند سال پیش اینقدر شایع بود که زنگ تفریح من و دوستان دوران قبل از دانشگاه مثلا هنرستان دور زدن سیستم مثلا یاهو بود که اینقدر رباتش در واقع ضعف‌ها و باگینگ بالایی داشت که به اصطلاح خیلی ساده بود هک پسورد حساب کاربری یا در واقع آیدیایی که حالا اون موقع چتون خیلی مود بود وارد شدن به اینها. یا یه مطلب دیگه هم که مطرح میشه اینه که عجب درج اطلاعاتی مثل مثلا نمیدونم کد ملی و آدرس و اینها همه جا بابا، حالا بعضی جا آپشنال، بعضی ها طبیعتا توی طرحشون توی اهداف طرحشون میشه. مثال بزنید در کجا؟ مثلا شما در جیمیل، شما میخواین جیمیل باز کنید از شما کد ملی یا حالا شماره شناسان آها ببینید کد ملی که خاص ایرانه، ما که طبیعتا از ما اگه بخواد بعد خب این اونجا کد ملی داره، اینجا شماره داره به نام سوشال سکیوریتی. شما فکر میکنید که وقتی یه نفر میخواد جیمیل باز کنه باید این که فیسبوک چه میخواد؟ فیسبوک میخواد که یا در از اطلاعاتی مثل کد پستی، مثل شهر، مثل ایالت، مثل تلفن همراه و سایر اطلاعات تصویری اینا چه هستش؟ اینا اگر که ببینید بذارین مستندتر صحبت کنیم، اجازه بدین مستندتر صحبت کنیم. شما اگر این آپشن ها رو اگر پرم نکنید اجازه هستش که باز کنید، یعنی دل بخواه شما میتونید بنویسید در کجا دارین زندگی میکنید، میتونید نه بذارین من اجازه میدم شما صحبتتون تمام بشه، شما هم اجازه بدین من صحبتم تمام بشه. خب شما میتونید این آپشن ها رو پر کنید، میتونید پر نکنید. مثلا اگر شما محل زندگیتون از آدرستون از شما میپرسن، شما میتونید به دل بخواه آدرستون ننویسید، اما در ایمیل ملی هم میتونید این کار انجام بدید. ببینید من عرض کردم ممکنه توی هدف تحصیل مسئله مطرح شده میشه، شما چرا به جیمیل خب همین هدف به نظر شما چیه؟
به نظر شما هدف چیه؟ خدمت من باشه دیگه، خانم من که قرار خدمت من باشه. چاپارنه، میل وفا، میل وطنه، خود چاپار که سیستم به چاپ خاصی داره و رایه چند شده. البته طبیعیه که به یاهو و گوگلی که سالهاست ما داریم ازش استفاده میکنیم نمیرسه. اما من میخوام بهتون بگم بارها اتفاق افتاده، هم یاهو و هم گوگل که خودم هست و مسلمان داره دوستان من که بارها مطرح شده تا موقعی که کد فکری رو نبدیم یا تا موقعی که ایالتمون رو مشخص نکردیم یا تا موقعی تلفن همراه هم عرض میکنم و مؤکدا که تا موقعی تلفن همراه هم رو ندهیم سیستم رو بلاک کرده روی ما. آها واقعا اتفاق افتاده، باز گفتن تحریم ها هم دارم، باز گفتن قبول داری این اتفاقات داره میفته. حالا اونا به دردشون نمیخوره، حالا داخل ایران کار بود هایی هم اتفاق داشته باشه، هرچند که من خودم منتظر به این مثلا به نظر من یا یه مقدار قوانه دست بازیره اگر هدف جدی براش وجود نداره و خیلی هدف تو کدرت کاربردی نیست، بهتر که در واقع سیستمش رو مرتفع کنید و این در واقع مواقع. با تشکر از شما آقای ستار از تهران، به هر حال اینم دیدگاه شما بود به ایمیل ملی. اما فرزاد از طریق اسکایپ با ما هست. سلام فرزاد. با سلام، خسته نباشین. ممنون. نظر شما راجع به ایمیل ملی یا بومی چی هست؟ راجع به امنیتش و آیا دید مثبتی دارین به این قضیه؟ من با نظرات این هموطن عزیزمون که روی خط بودن یک کمی چند جاش در واقع مشکل دارم و در رابطه با سوال شما، خب ایمیل ملی یا ایمیل بومی اگر در یک کشوری که کاملا دموکراتیک درش رعایت میشه و حقوق بشر در اون کشور در واقع رعایت میشه و آزادی بین برای تمام روزنامه‌نگارها و تمام اندیشمندای اون کشور وجود داره که میتونن در واقع شرکت بکنن و حرفشون رو بزنن و بدون اینکه هیچ مشکلی براشون پیش بیاد، بله چرا که نه. ولی وقتی در کشوری که امنیت ملی وجود نداره برای مردم از لحاظی که از لحاظ حقوق بشر زیر سوال هستش و خیلی ها فقط و فقط به خاطر اینکه نظر شخصی خودشون رو میگن زندان میرن و براشون جرم در واقع نوشته میشه و صادر میشه، خب در ایمیل ملی هم اگر مردم به این شکل ابراز نظر بکنن با همدیگه، چون که این ایمیل تحت کنترل شدید رژیم ایران هستش، مسلماً برای تک تک خانواده هایی که بخوان ابراز نظرشون رو فقط اعلام بکنن خب براشون مشکل پیش میان. یعنی در اون واقع به خاطر اون شماره ملی که میدن میتونن آدرس محل سکونتشون رو پیدا بکنن، ولی الان اگر در خیابان یکی میاد داد میزنه و مشکلش رو بیان میکنه و ترسش بنده خدا فرار میکنه میره، خیلی مشکل میتونن اون شخص رو پیدا بکنن. حتی اگر عکسش رو از دوربین یا از هر جام بگیرن به هر حال خیلی مشکل، اون زیربنای خاص رو ایران نداره که بتونن اونها رو شناسایی بکنن و پیداشون بکنن. ولی از روی ایمیل ملی اگر مشکلات رو بیان بکنن، اگر در واقع مخالفتشون رو با رژیم بیان بکنن، یک دو سه اینها میتونن بیان و دستگیرشون بکنن. ما دیدیم حتی در توی سالهای گذشته هم دیدیم خیلی ها رو در خیلی از وبسایت هایی که وجود داشته که به حالت وایس چت بوده، من الان نمیخوام اسمشون رو بیام که مشکلاتی برای اونا پیش نیاد، خیلی ها را از این طریق ها ردیابی کردن و گرفتن. ما باید توجه داشته باشیم به واقع بینی که در اون کشور وجود داره، ما باید توجه داشته باشیم به مشکلات زیربنایی اون جامعه که واقعا وجود داره. من اگر به هم بگن که در آلمان یا در فرانسه یا در انگلیس میخواد مثلا ایمیل ملی به وجود بیاد، خب به خاطر اینکه در این کشورها واقعا 100% آزادی بیان، حقوق بشر و از هر لحاظ امنیت برای مردم وجود داره، چرا که نه، من اصلا مخالف نیستم در این کشورها وجود داشته باشه. ولی در کشور ایران خب این اتفاق بخواد رخ بده با این شرایطش که الان وجود داره، این شرایط پنهانی نیست در لحاظ حقوق بشر. شما یک کنتاکت فقط با آقای احمد شهید بکنید، بگید در 8 سال گذشته مسائل حقوق بشر ایران رو مطرح بکنه،
یه نامه که از ایشون شما دریافت بکنید میبینید وضعیت حقوق بشر در ایران به چه شکله. خب اگر ایشون تایید کرد حقوق بشر در ایران واقعا رعایت میشه، من پیشنهاد میکنم به مردم همه برن ثبت نام بکنن. ولی اگر ایشون رد کرد به عنوان یک بله تشکر میکنم از شما آقای فرزاد. اما راجع به موضوعاتی که آقای فرزاد بهش اشاره کردن، یک کامنت هست از یکی از کاربرانمون در فیسبوک، حامد حیدری، که نوشته به اندازه کافی تحت کنترل هستیم، حالا بیایم ایمیل ایرانی داشته باشیم که آدرس و کد پستی هم و همه چیزمون رو دارن. یک عکس طنز ایمیل، اگه حتی یک عکس طنز ایمیل کنی میان به جرم ضد نظام بودن میگیرن. این یکی از کامنت ها بود که حامد حیدری گذاشته بود. از این کامنت ها پریسا خیلی در فیسبوک بود، پرویز نوشته بود که حکومتگران در جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای رفاه مردم انجام نمیدن و هر کاری رو انجام بدن با انجامش یک مطلبی رو میخوان و هدفشون نزدیکتر بشن. گفتن ابتدا امنیت خودشون مد نظر هست، بعد تفتیش عقاید مردم، همینطور سانسور کردن اخباری که ممکن است به دست مردم برسد، حالا با توجه به این موارد ایجاد ایمیل ملی کاری به جز زیر نظر گرفتن حرکات مردم نداره و به طور حتم این پروژه محکوم به شکست هست و مردم از اون استقبال نمی‌کنن. البته پریسا چند بار دیگه دولت ایران سعی کرده که ایمیل ملی در حقیقت رو اندازی کنه و به چندین نام هم این ایمیل رو اندازی شده. یکی از بحثایی هم که روی ایمیل ملی الان در حال حاضر وجود داره که این ایمیل جدید نیست و فقط خیلی فرمالیته، یک قراردادی بین پست و وزارت ارتباطات برقرار شده و امضا شده. در حقیقت این همون ایمیلی بوده که 5 سال پیش قرار بوده راه اندازی بشه. بله دقیقاً. خب رویا بریم به تورنتو. آرش آبادپور کارشناس فناوری مهمان امشب روی خط هستند از تورنتو. سلام، خوش آمدید به برنامه آقای آبادپور. سلام، منم به شما و بینندگانتون سلام میکنم. آقای آبادپور، نظر شما راجع به ایمیل ملی چی هست؟ من فکر می‌کنم این خیلی اتفاق خوبیه به دلایل متعددی، اما همچنان ما باید بتونیم در واقع نگاه انتقادیمون به مسئله حفظ بکنیم. چرا میگم اتفاق خوبیه؟ به این دلیل که به هر نحوی که در ایران ساختارهای اقتصادی شرکت‌ها رو بشه با اینترنت درگیر کرد، نهایتاً هزینه سخت‌تر کردن فیلترینگ در ایران رو بالا می‌بره برای ساختار حکومتی. و این اتفاق مهمیه. یعنی ما مشکل بزرگمون در ایران، یکی از مشکلات بزرگمون اینه که اینترنت در فضای تجاری مطرح نشده و بنابراین ساختار حکومتی میتونه اینترنت رو فیلتر بکنه بدون اینکه شرکت‌ها در واقع صداشون بلند بشه. خب این اتفاق از این لحاظ مثبت. از طرف دیگه به شدت خب فکر می‌کنم این اتفاق به لحاظی در واقع بی ربطه. یعنی ساختار حکومتی ایران رو ما زمانی که داریم از جیمیل استفاده می‌کنیم که حالا یه شرکت در واقع خارج از مرزهای ایران تمام کارهایی رو که میتونسته روش انجام داده، تکنولوژی روز روش انجام داده که در واقع بیاد و یک حریم شخصی برای آدم‌ها فراهم بکنه، می‌بینیم بچه‌ها رو تو ایران دستگیرشون می‌کنن و متن ایمیل‌هاشون جلوشون می‌ذارن، میگن این ایمیل رو چرا زدی، اون ایمیل رو چرا زدی. یعنی داریم به یه ساختاری حرف می‌زنیم که در 10 سال اخیر نشونات قابل اعتماد نیست. بنابراین هیچ دلیلی نداره بهش اعتماد بکنیم و به وضوح کسی نباید از این ایمیل برای هیچ نوع در واقع ارتباطی استفاده بکنه که اگر نفر سومی این اطلاع رو ببینه در واقع براش مسئله دار بشه. این یه جورایی مثلا فرض بکنید فرستادن تکس مسیج در ایرانه که خب ساختار حکومتی روش نظارت کامل داده. از این لحاظ اصلا منطقی نیست که ما هیچ آدمی که در واقع میخواد مخالفتی با ساختار حکومتی بکنه، نقدی داره، به هیچ وجه نباید روی اون بستر این کار رو انجام بده. اما از این لحاظ که در واقع اون فضای در واقع اینترنت رو میاره در فضای جمعی ایرانی، شرکت‌های ایرانی رو، آدم‌هایی رو که حالا میخوان با هم دیگه هر جور صحبتی بکنن رو یک قدم به اینترنت نزدیک‌تر می‌کنه، خب از این لحاظ در واقع این اتفاق مثبتی به نظر من. خب آقای آبادپور، با توجه به اینکه در ایران واقعا مردم دسترسی ندارن به اینترنت، چطور؟ خب این اونجا یک اتفاقا باز مسئله خیلی خوب میشه. یعنی ببینید برای اینکه این ایمیل جذاب بشه برای آدم‌ها و آدم‌ها انجامش بدن، همونطوری که خودتونم گفتین این ایمیل رو همین الان یه هزینه ماهانه‌ای هم براش گذاشتن که خب اینم خیلی عجیبه دیگه. برای اینکه این جذاب بشه مجبورن که اینو با سرعت بالایی ارائه بدن، مجبوره که این به ایمیل در واقع به جیمیل در واقع یه برتری هایی داشته باشه، بگن در غیر این صورت خب آدم ها میرن جیمیل استفاده میکنن و خب خیالشون هم راحت تر. برای اینکه این اتفاق بیفته احتمالاً من حدس میزنم سطح دسترسی اینترنت رو در ایران بهتر خواهند کرد، یعنی اینترنت با سرعت بالا و در واقع با سرعت بالای واقعی بیشتر در دسترس آدم ها خواهد بود. خب این باز یه قدم نزدیک شدن به پروژه اینترنت ملی هم هست، ولی به هر حال
مهمه که ما در فضای ایران بتونیم آدم‌ها رو ببینیم که از اینترنت سریع استفاده می‌کنن، که بعد وقتی اینترنت کند شد در واقع اینجا هزینه ایجاد بشه، اون ساختار حاکم مجبور باشه توضیح بده که چی شد که قبلا اینترنت سریع بود، یا چطوره که مثلا سرویس ایمیل ملی سریع باز میشه ولی مثلا وبسایت وی او ای سریع باز نمیشه. خب اینجا علامت سوالای پیش میاد که این علامت سوالا خیلی با ارزشه. اون مسئله مهم اینه که یکی از مهمانان تونم به این مسئله صحبت کرد که اون زیرساخت‌های اینترنت، اون توقع از اینترنت در ایران بالا بره، یعنی آدم‌ها عادت کنن به این که میتونن 3 دقیقه وقت بذارن و یک ایمیل بفرستن. وقتی آدم‌ها به این عادت کردن دیگه خیلی سخت میشه. حالا بهشون گفت که ببخشید امروز انتخابات و ما می‌خوایم اینترنت رو قطع بکنیم. این در واقع اون هزینه رو برای حاکمیت بالا می‌بره. ایمیل رو به یه محصول خانگی تبدیل می‌کنه. یعنی وقتی شما داشته باشید که آدم‌های خیلی معمولی‌تری، آدم‌هایی که دارن کارهای معمولی رو می‌کنن، دسترسی به ایمیل دارن، این از ذریب نفوذ اینترنت رو در جامعه بالاتر می‌بره و باز فضا رو آماده‌تر می‌کنه برای استفاده از اینترنت در چارچوب‌های اجتماعی و سیاسی. بله، ممنون از شما آقای آبادپور، در ادامه برنامه با شما هستیم. خب رویا، ما رو ببر به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت ببینیم چه خبره. بحثی که آرش آبادپور در مورد اینترنت در ایران گفت، خب خیلی بحثی بود که باز هم کاربرا بهش پرداخته بودن که آیا با این ایمیل ما میتونیم به فیسبوک دسترسی داشته باشیم، اون موقع فیسبوکمون امن خواهد بود یا نه. من اول براتون یک خبر بخونم، دوباره برمیگردیم به آرش آبادپور و این سوال ازش میپرسیم. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب، روز 18 تیر روز سه‌شنبه هفته گذشته یه سخنرانی انجام داده که توش در مورد اینترنت و مباحث بود به اون هم صحبت کرده. من بخش از صحبت‌های دادستان تهران رو براتون میخونم. گفته که یکی از چالش‌های مهمی که باش ایران درگیره، یعنی دولت ایران باش درگیره، همین حوزه مجازی هستش و بحث هویت کاربران. گفته امروزه افراد بدون هویت در فضای مجازی وارد می‌شوند که باید فکری برای این وضعیت کرد. این مقام قضایی گفته دادستانی تهران یکی از وظایفش حفظ حریم خصوصی افراد هست. اگر این موضوع رو رعایت نکنیم، اولین اصل اساسی زندگی که همانا داشتن امنیت هست به مخاطره می‌افته. عباس جعفری دولت آبادی گفته که در انتخابات ایران 18000 سایت، وبلاگ و صفحات اینترنتی فعال بودن که نشانه تاثیرگذاری فضای مجازی هستش، ولی گفته که هرچه در حوزه فضای مجازی سرمایه گذاری کنیم ضرر نمی کنیم و می توانیم کنترل بهتری برای این فضا داشته باشیم. من سوالم دقیقاً از آرش آبادپور اینه، فکر می کنید که دولت ایران این همه سرمایه گذاری داره میکنه به قول دادستان تهران بر روی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، فکر می‌کنی که هدف اصلی چی میتونه باشه و واقعا به غیر از اینکه بخواد کنترل کنه این همه سرمایه گذاری میکنه برای چه چیزی دقیقاً؟ خیلی سوال خوبیه. ببینید، یه مدل ایرانی وجود داره که در واقع مدل ایرانی از مدل چینی اومده. در این مدل شما اینترنت رو کنترل میکنید، وبسایت ها رو میبندید، سرعت رو اونجایی که لازمه پایین میادید و در واقع با دیوار کشیدن هست که استفاده آدم ها از اینترنت رو در واقع محدود میکنید و میبرید در اون چارچوبایی که خودتون میخواید. خب وقتی یک مقام رسمی ایرانی هم در مورد حریم، اهمیت حفظ حریم آدم ها در واقع حرف میزنه و اینکه هویت ها مجازیه و اینجا در واقع حریم هایی داره حفظ میشه، اونجا در واقع داره در مورد ساختار جمهوری اسلامی صحبت میکنه و نظام سیاسی ایران صحبت میکنه که خب هزینه مقابله باهاش زیاده و آدم ها مجبورن هویت مجازی داشته باشن. این مدل چینی در ایران کار نکرده، یعنی هزینه داره، به هر حال فیلترینگ هزینه داره. زمانی که شما هر وبسایتی رو که دیگه محتوای سیاسی هم نداره، صرفا حالا ممکنه حرف ساده ای درش زده میشه رو فیلتر میکنه، این هزینه برای ساختار سیاسیه. ساختار سیاسی ایران به نظر من اومده داره میره رو مدل روسی کار کنه. در مدل روسی شما اینترنت رو کسی نمیبندید، حتی اصلا وبسایت رو فیلتر نمیکنه، شما اینترنت رو در واقع آغشته میکنید و غرقه میکنید در محتوا. یعنی میاید یه مجموعه وبسایت های وجود دارن که ندارن محتوایی رو تولید میکنن، شما فضا رو تهیه میکنید برای اینکه وبسایت های موازی وجود داشته باشن، سرعتشون هم خیلی خوب باشه، حتی کیفیت محتواشون هم خیلی خوب باشه، اما محتوای دوستانه برای ساختار حاکم داشته باشن. اینا بی خطرن، اینا کبریت های بی خطری ان که شما فضای مجازی رو با اینها پر میکنید، غرقه در اینها میکنید که بقیه در واقع از بین برن. من جای دیگه هم این حرف رو زدم، ما موقعی که در واقع با بچه هایی که وبلاگ نویس های روس صحبت میکنیم، خب فضای روسیه به هیچ وجه به لحاظ دموکراتیک بودن بهتر از فضای ایران نیست، ولی وقتی ما با اینا صحبت میکنیم اینا ما میگن که ببین شما خیلی وضعتون خوبه، چون شما یه چیزی هست ازش شکایت کنید، شما میگید که فیلترینگ هست، ما مطلب تولید میکنیم کسی نمیتونه بخونه. شما این میدونید این حرف رو بزنید، ما مطلب تولید میکنیم و کسی نمیخونه، به این دلیل که خب انواع و اقسام وبسایت های با محتواهای عجیب و غریب ولی بی ارزش، یعنی اون محتوای پفکی که در اینترنت ریخته میشه که مخاطب ها رو جذب میکنه در خوش. متاسفانه خب اینترنت هم خیلی خوبه به این لحاظ که آدم ها
به جای اینکه برن مثلا خبری در مورد نقض حقوق بشر جایی بخونن، یا تحلیل اقتصادی بخونن، یا هر چیز دیگه‌ای، برن جذب این بشن که گربه مثلا فلاش دستشویی رو می‌کشه و چی میشه و غیره. البته مخاطب خودشو داره، هر خبری مخاطب خودشو داره، بس نمیتونیم بگیم که مطلبی که نوشته میشه خونده نمیشه. فکر می‌کنم هر مطلبی واقعا در مدل روسی که نگاه می‌کنید خونده نمیشه. یعنی در مدل روسی ساختار حاکم میاد یه تعدادی آدم رو که مهارت در تولید خبر دارن اینا رو استخدام میکنه و ازشون میخواد محتوای تولید بکنن که در واقع این به لحاظ اجتماعی و سیاسی با ساختار حاکم هیچ تناقضی نداره. اتفاقا محتوا خیلی جذابه، با پهنای باند بالا، خیلی ویدیوها قشنگن، کیفیتاشون خوبه، حتی رسانه‌ای رسمی از اینا پشتیبانی می‌کنه. بزنین برگردیم به سوال دوباره آقای آبادپور. بله. سوالی که کاربران پرسیدند، فکر می‌کنید با این ایمیل، با این ایمیل ملی در حقیقت اگر بخوایم وارد فیسبوک بشیم، به هر حال ما باید یک ایمیلی وارد کنیم برای اینکه بتونیم صفحه فیسبوکی داشته باشیم، امنیت داره یا نه؟ من فکر می‌کنم که ما قرار نیست که فیسبوک بتونیم بریم، یعنی تو این فضایی که در واقع ایمیل ملی اومده فاز بعدی اینه که شبکه مجازی ملی هم بیاد و بله ما با این ایمیل ملی میتونیم در اون شبکه مجازی ملی کار بکنیم و اونجا هم خب هر کاری که داریم میکنیم داره مانیتور میشه. یعنی هدف قشنگ اینه که ما از فیسبوک دور بشیم، چون به این دلیل که ساختار حکومتی ایران به دیتابیس ها به بانک های اطلاعاتی فیسبوک دسترسی نداره. مسئله خیلی شسته رفتش به نظر من اینه. بله ممنون. پس یکی از بحثایی که وجود داشت در شبکه‌های اجتماعی همین بود که در دولت محمود احمدی نژاد یکی از اتفاقاتی که افتاد همه چیز می‌خواست ملی بشه. گفتن آقای مصدق نفت رو ملی کرد، آقای محمود احمدی نژاد داره اینترنت رو ملی می‌کنه و اینکه ترجمه ده گوگل ایرانی داشته باشه، گوگل اسلامی داشته باشه و همینطور اینترنت ملی. بله درسته. حتی گفتن از طریق ایمیل ملی میتونین یارانه‌هاتون هم دریافت کنین. بله یکی از بحثایی هم که وجود داره همین که آیا با اجبار میذارن، یعنی مثل کد ملی که همه مجبور شدن بگیرنش، اجباری میذارن که تو خود صحبت‌های وزیر ارتباطات هم بود که باید یک مبحثی باز بشه که بچه‌ها از دبستان که میخوان برن به وارد مقطع بالاتر بشن، وارد مقطع متوسطه بشن، مجبور باشن که ایمیل ملی داشته باشن. یعنی یک زیرساخت انگار براش تعریف کردن. همونطور که اشاره کردی محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته که هر ایرانی باید یک آدرس ایمیل ملی داشته باشه. بله. اما اگه موافق باشی بریم یک تنفس بگیریم، برگردیم و به بحث ایمیل ملی ادامه بدیم. دو هفته چهارشنبه ها 7:30 شب به وقت ایران. بله برنامه روی خط امشب رو ادامه میدیم با موضوع ایمیل ملی. اما سامان از تهران مهمان برنامه است از طریق تلفن. سلام سامان. سلام خانم فرهادی، من ابتدا تشکر میکنم از شما که به خاطر ارزای خوبتون تو برنامه شباهنگ و همینطور که یه فرصتی دادیم به آقای صلاحتیان که یه خورده استراحت بکنه، کم کم همه برنامه‌های صدای آمریکا رو ایشون داشت اجرا می‌کرد. لطف دارین ممنون. بفرمایید نظرتون راجع به ایمیل ملی چی هست سامان؟ بله. مورد ایمیل ملی من باید بگم که ما کلاً در فضای سایبری الان با جنگ سایبری مواجه هستیم. توی دنیا صحبت از این هستش که امروزه به جای جنگ‌های قدیمی روشی که استفاده میکنن دولت‌ها برای مقابله با همدیگه، از جنگ سایبری استفاده میکنن که خب آمریکا و اسرائیل هم قبلا حملاتی به ایران داشتن از طریق اون چیزی که گفته میشد به نام ویروس‌های مثل استاکسنت و فلین. خب حملاتی رو به ایران داشتن، به تبع ایران باید ظرفیت‌های خودش رو در زمینه سایبری و اینترنت بالا ببره تا بتونه در صورتی که این کشورها بخون ارتباطات اینترنتی ایران رو مثلا تحریم بکنن، خب فضایی رو داشته باشه که مردمش بتونن از طریق اون ارتباطات خودشون رو پیگیری بکنن. اما بحثی که در مورد امنیت گفته میشه که آیا سرویس ایمیل ایران امنیت نداره، به نظر من دوستان توجه نمی‌کنن. الان مثلا یک شخصی مثل آقای اسنودن که بسیار هم اخبارش در دنیا مورد توجه هست، ببینیم آقای اسنودن چی میگه و به خاطر چی از آمریکا فرار کرده. ایشون الان تحت تعقیب هست به خاطر اینکه افشا کرده یک سری از شنودهایی که دولت آمریکا روی شهروندان خودش و تمام مردم دنیا داره انجام میده. یعنی ما اگر اتفاقا اینترنت ملی داشته باشیم، ما از این شنودها و
مانیتورینگ شدن ها توسط دولت های مثل آمریکا در امان هستیم. مادامی که ما از سرویس های مثل جیمیل، ایمیل و بقیه استفاده میکنیم، نه هیچ کدوم امنیت نداره و صحبت از این بکنیم که مثلا دیگری بر دیگری امنیت بیشتری داره، اینا به نظر من شوخی هست، چون عموم این شبکه ها شبکه هایی هستش که خب توسط خود شرکت های آمریکایی به وجود اومده و به نظر من اینا هیچ کدوم مسئول نیستن از شنود توسط دولت آمریکا. خب ممنون سامان، این نظر شما بود. اما دوست دارم که نظر آقای رشیدی کارشناس برنامه رو بپرسم راجع به صحبت های سامان. عرشان خدمت شما که ایزه بدیم من اینو خیلی کلیتر بهش نگاه بکنم، یعنی خیلی کار نداشته باشم به اینکه دولت آمریکا چی کار میکنه یا دولت ایران چی کار میکنه. صد البته کارنامه این افراد این دولت ها خیلی مهم هستش، مثلا عرشان خدمتشون بحث راجع مثلا ستار و بهشت و اینا، اما کلیت داستان این هستش که ما در فضای اینترنت و دیجیتال چیزی به نام امنیت 100% نداریم. یعنی اینکه الزاماً لازم نیست که دولت شما رو شنود بکنه. اشکالایی هم که ما به لحاظ امنیتی از سرویس ایمیل ملی گرفتیم، دو تا اشکال فنی، اساساً بحث این نبودش که دولت شنود بکنه، بحث این بودش که به لحاظ امنیتی فنی ضعیف هست و این امکان رو به هکرها و افرادی که میخوان نفوذ بکنن به سرویس ایمیل افراد میده، کاربرها میده که این کار انجام بده. بنابراین در دنیای اینترنت ما چیزی به نام امنیت 100% هرگز نداریم. دلیل این که ما همیشه توصیه میکنیم توی چت، چه حالا از اسکایپ استفاده میکنن، چه فیسبوک، چه هر سرویس چت دیگه ای، توی ایمیل چه از جیمیل استفاده میکنن چه از هر سرویس ایمیل دیگه ای، همیشه توصیه میکنیم که کاربرا از اینکریپشن یا رمز کردن پیام هایی که میفرستن استفاده بکنن، که در بین راه چه هکر، چه دولت، چه هر کسی دیگه که نیت خاصی داره نتونه از اطلاعات رد و بدل شده افراد سوء استفاده بکنه. بله با تشکر از شما آقای رشیدی. اما فکر میکنم رویا یک سوال از آقای آبادپور دارن، درسته؟ دقیقاً توی اسکایپ پرسیدن سوالی که از آقای آبادپور پرسیدن. آقای آبادپور، ساسان گفته که فکر میکنید که این طرح مثل طرحهای دیگه صرفاً جهت تبلیغات راه اندازی شده و گفته که این طرح پیش و با افتاده خیلی ساده هستش که به اسرار شخصی و هویت کسی که در فضای مجازی استفاده میکنن دست پیدا کنه. خواسته که بدونه که این اطلاعات شخصی میتونه وقتی که توی فضای مجازی وجود داره فقط فکر میکنه دست دولت ایران بیفته یا نه، و فکر میکنه که میتونه دولت با چه استفاده هایی بکنه از این آمار و ارقامی که میتونه به دست بیاره. فکر میکنم این یه طرحیه که داره به حال جلو میره، مسلما تا یه جای جلو خواهد رفت که کاملا بتونه عملی بشه من خیلی فکر نمیکنم، چون راه انداختن یه سرویس ایمیل برای چند ده میلیون نفر آدم به حال یه بودجه خیلی زیادی میخواد، ساختارهای خیلی زیادی میخواد که بعید میدونم که فکر همه اینا شده باشه. اما داشتن این اطلاعات خب خیلی به هر حال با ارزشه، یعنی ساختار حکومتی ایران روی فضای عمومی خب نظارت خیلی خوبی داره. یعنی شما دقت بکنید که هیچ جور چیزی در فضای عمومی نمیتونه منتشر بشه، کتاب، مجله، روزنامه، بدون اینکه قبلا یا از نظارت گذشته باشه یا ساختار نظارتی شدید روش باشه. خب اینترنتی رو نداره و خب خیلی خطرناکه برای این ساختار. و خب این ایمیل، داشتن ایمیل ملی این قابلیت رو میده، یعنی هر چیزی که ما در مورد قضیه حالا آقای اسنودن میشنیم در مورد NSA و اینکه چطور داره احتمالاً همین الان این اسکایپ ما هم داره در واقع از این سروری در NSA رد میشه، ولی به هر حال این ما داریم راجع به دولتی حرف میزنیم، دولت آمریکا حرف میزنیم که به هر حال نهادهای دموکراتیک به اندازه کافی روش نظارت دارن، به اندازه خیلی زیادی روش نظارت دارن. در مورد ایران خب هیچ کدوم از اینا وجود نخواهد داشت و این بهترین روش میشه برای پیدا کردن اینکه چه آدمهایی با هم دارن چه حرفایی میزنن و چه کارهایی میکنن و حتی ترسوندن آدمها از اینکه از این ابزارها استفاده خاصی انجام بدن میتونه حتی اون عامل بخش ترسوندنش باشه. فکر میکنم که دولت ایران به اندازه کافی، ساختار حکومتی ایران به اندازه کافی انگیزه داره که بخواد در فضای مجازی هم در واقع این چنگک‌هاش رو فرو بکنه، اما فکر نمی‌کنم خیلی بتونن با این ادامه بدن. این پروژه خیلی فکر نمی‌کنم خوب تعریف شده باشه. سپاسگزارم از آرش آبادپور که از تورنتو همراه برنامه ما بودی.
خدا نگهدار شما. متشکرم. پریسا، توی شبکه اجتماعی فیسبوک خب خیلی دلنگرانن کسایی که میخواد ایمیل ملی بشه، بعد اینترنت ملی که اولین دغدغه‌شون هستش که بعد از اینترنت ملی چه اتفاقی خواهد افتاد. اما بحثی که وجود داره در مورد فضایی که در اختیارشون میذاره، خب یکی از چیزایی که خیلی مهمه فضاییه که این اینترنت میتونه در اختیارشون بذاره، یا البته این ایمیل. گفتن که 50 مگابایت فضا داره این ایمیل که دولت ایران میخواد در اختیار کاربران قرار بده، و گفتن که البته سرویس جیمیل 15 گیگابایت فضای رایگان میده و که 370 برابر ایمیل ملی در نظر گرفته شده. بله، خب اگر موافق باشه بریم یک تلفن بگیریم از بوشهر. علی از بوشهر با ماست از طریق تلفن. سلام علی. سلام خانم فرانی، خوش آمدیم به برنامه روی خط. نظر شما راجع به ایمیل ملی چیست؟ خواهش میکنم. این اولی که ما خیلی خوشحالیم که شما رو توی برنامه روی خط میبینیم. لطف دارید. برنامه بعد همینطور که اسمش معلومه روی خط، یعنی مخاطبین و بینندگان بیان روی خط و نظراتشون بگن. خب از سوالات توی بعضی برنامه های روی خط دیده میشه بیشتر کارشناسا و مجریا و خود خانم رویا بیشتر صحبت میکنن، و در طول برنامه مثلا گاهی وقت دیده میشه فقط دو تا بیننده میان و نظراتشون رو میگن، اونم خیلی کوتاه. این انتقادیه که به نظر من شاید متوجه برنامه باشه و شما بیشتر استفاده کنید از بینندگان و مخاطبانتون با توجه به جوی هم که توی صدای آمریکا به وجود اومده و شما و خانم رویا با اجرای خوبتون دارین این جو رو خیلی بهتر از گذشته انجام میدین. ازتون این انتظار هست که بیشتر از مخاطبینتون استفاده کنید. ممنون از نظر شما. نظر شما بیننده ها همیشه برای ما محترم هست. خواهش کنم. در رابطه با ایمیل ملی هم اگر که ما بخوایم به دید خیلی از کار جمهوری اسلامی نگاه کنیم به این تر که این هم یک چیز داره اشکالای فراوانه، اما اگر بخوایم به عنوان یک سری از خدماتی که دولت حالا تو همه کشورام هست به شهروندان خودش ارائه میده، از این دید اگه ما بخوایم نگاه کنیم شاید بتونیم به دید مثبت نگاه کنیم و بگیم که یه چیز خوبیه که توی این عصر تکنولوژی ارتباطات مردم بتونن با استفاده از فناوری اطلاعاتی که هست بیان و اون دولت. خب آقای علی، مشکلاتش چی هست؟ میتونید مثال بزنید؟ مشکلاتش یه سری مشکلاتش که اگر ما بخوایم ریز بشیم شاید مشکلاتی که در خیلی از کشورها هست، مثل همون ایالات متحده و انگلیس و بعد کشورهای دیگه، که این امکان برای دولت به وجود میاد که شنود کنه، بیاد سوء استفاده کنه از اطلاعات شخصی افراد. ولی که این خب مزیت های زیادی هم داره که حالا ما باید به دید مثبت بیشتر بهش نگاه کنیم، بگیم که نظرشون حالا یه جورایی اینه که بیشتر خدمت برسونن به مردم تا اینکه بخوان سوء استفاده کنن. بله، با تشکر از شما آقای علی. خب رویا، بریم به تهران. حمید از تهران از طریق تلفن با ماست. سلام حمید، خوش آمدی به برنامه روی خط. الو، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. نظر شما راجع به ایمیل ملی چی هست؟ آیا شما میخواین یک ایمیل ملی داشته باشین؟ بله، به نظر من این بالاخره اینترنت ملی و ایمیل ملی یک قدم مثبتیه برای اینکه ایرانیایی که بالاخره داخل ایران هستن بتونن از فضای امنیت اینترنت بهتر استفاده کنن. اما من جا داره یک دو تا از دوستان اومدن تشکر کردن از شما، من جا داره همینجا تشکر کنم از جناب آقای صلاحاتی که اجرای خوبی دارن در برنامه صفحه دو و همچنین برنامه بی‌پردگی تعارف و همچنین برنامه روی خط که اجرای خوبی داشتن، و به نظر من اگه برنامه شباهنگ میشون اجرا کنن برنامه خیلی خوبی میشه و جای داره که از همین جزیشون تشکر کنم. بله، شما نظرتون راجع به ایمیل ملی میخواین بگین کامل یا خیر صحبت؟ بله عرض کردم خدمتتون به نظر اینترنت ملی و ایمیل ملی یک فضای خیلی امنیه. خب فوایدش چی هست؟ فوایدش اینه که یکی از مهمترین فوایدش اینه که اطلاعات کشور و اطلاعات مثلا شخصی هر فردی درون کشور ایرانه و نیازی نیست و این استرس و این اضطراب برای هر ایرانی وجود نداره که ممکنه اطلاعاتش بره کشور بیگانه مثل آمریکا یا هر کشور دیگه، و این اطلاعات در خود کشور ایران محفوظ میمونه و این احساس امنیت برای همه ایرانی‌ها وجود داره.
با تشکر از شما میریم و یک مهمان دیگر باش صحبت میکنیم، عرفان از طریق اسکایپ، و بعد دوست دارم که کارشناس برنامه نظرشون رو بگن راجع به صحبت بینندگانمون. سلام عرفان. سلام خانم فرادی، خانم ملکی و کارشناس های عزیزتون و دوستان پشت خط. من سریع میرم سر اصل مطلب. ببینید، تا صحبت راجع به بخش امنیتی خیلی زیاد شد، من فکر میکنم این چند تا نکته را اضافه کنم کامل باشه. توی ایران استفاده اینترنت ملزم به خریداری اینترنت از شرکت‌های سرویس دهنده است و اون شرکت‌های سرویس دهنده هم مدارک شناسایی جهت ارائه اینترنت به شما از شما میخوان و این اطلاعات رو ملزم هستن به حکومت بدن. پس اینی که ما بخوام بگیم که این اینترنت و این ایمیل داره استفاده میشه برای مباحث امنیتی، ما اصلا اینو داریم. از طرف دیگه برای دولت جمهوری اسلامی ایران شنود و فضولی یا کنجکاش توی احوال شخصی مردم کار بسیار ساده. دول دیگه هم کمک کردن، همین چندی پیش بودش که نرم افزارهای شنود از طریق چند تا کمپانی خیلی بزرگ به جمهوری اسلامی فرستاده شد، فروخته شد و صداش هم بعدن در اومد. اما جنبه دیگه این قضیه من احساس میکنم چون جمهوری اسلامی خیلی راحت از نرم افزار فیلترینگ استفاده میکنه، داره مقدمه ای رو میچینه برای کسب درآمد. شما ببینید این ایمیل ملی مستلزم پرداخت هزینه هستش. خب چند وقت دیگه مثل یارانه ها یه رقمی رو اعلام میکنیم، خیلی خوبه، کمک به خانواده هاست، بعدها چندین برابر دریافت کردن. قدم بعدی پشت این ایمیل ملی به نظر من این هستش که اینا میخوان سرویس هایی مثل جیمیل، مثل یاهو رو توی ایران محدود کنن و کاربرها مجبور باشن که از این اینترنت ملی استفاده بکنن برای ارتباطاتشون و در کنار اون پرداخت هزینه برای اون. این نظر شخصی من هستش. خب کاربران صحبت کردن، دوستان عزیزم در مورد مباحث امنیتیش خیلی صحبت کردن، اما من فکر میکنم یه نکته دیگه هم که اشاره بکنم، چند درصد از مردم برای فرستادن ایمیل های خاص که ممکنه براشون مشکل ساز باشه بخوان از این ایمیل ها استفاده بکنن؟ همه مردم اینقدر تو شرایط ترس و وحشتی هستن که هیچ وقت ایمیل برای فرستادن یه چیز خاصی استفاده نمیکنن. این ساده انگاری هستش که ما بگیم این داره ایمیل ملی رو پیاده میکنه به خاطر اینی که بخواد اطلاعات رو جمع بکنه و شنود داشته باشه. اون شنود رو داره، کنترلش هم داره به خاطر همون اینترنت که اول صحبتام هم گفتم. به نظر من فقط بحث مالی این قضیه هستش که حکومت بعد از فیلتر اجرای کردن این سیستم به طور کامل میخواد منبع درآمدی با فیلتر کردن سرویس های مثل جیمیل و یاهو داشته باشه. بله عرفان، آیا شما عرفان آیا شما دید مثبتی هم نسبت به این ایمیل دارین؟ ببینید، من چون میگم نظرم اصلا این هستش که حکومت از اینترنت اصلا داره استفاده میکنه و اون شنود رو داره، بله من دیدم مثبته، چون فرهنگ پیپرلس و ارتباط و استفاده از الکترونیک و وب و جا میندازه بین اقشار مثبت، من دیدم خیلی مثبت. بله با تشکر از شما میریم به ایتالیا. ممنون، میریم به ایتالیا و همراه میشیم با آقای رشیدی. آقای رشیدی، نظرتون راجع به صحبت های بیننده هامون چی هست؟ ببینید، من یه نکته رو اجازه بدید مجددا روش تاکید بکنم. اینکه ما بتونیم در داخل کشور یک محصولی رو خودمون به واسطه تلاش خودمون تولید بکنیم، این یه امر بسیار پسندیده و خوبی هستش، منم شخصا ازش حمایت میکنم. اما باید حواسمون باشه که اشتباه نکنیم. ما وقتی به یه چیزی میگیم ملی، این به معنای این هستش که مالکیتش مال ماست در داخل کشور و ما ساختیمش، محصول ساخت کشور ما هستش، نه اینکه ما یک پکیجی رو که وجود داره به شکل اوپن سورس هر کسی در هر جای دنیا میتونه ازش استفاده کنه، مجانی هم هست، بریم بگیریم یه ذره تغییرش بدیم بعد اینو بیایم پولیش بکنیم برای مردم. این بار اولی نیست که این اتفاق داره میفته. قبلا راجع به بحث پورتال ملی هم که اومده بودن این کارو کرده بودن، یه سی ام اس حاضر آماده ای رو آورده بودن استفاده کرده بودن که اتفاقا اون هم یک باگ های شبیه و همین بحث در واقع پکیج رانکیو که دارن استفاده میکنن داشتش. این یه نکته خیلی مهمی هستش، باید حواسمون باشه که این از علاقه به ملی گرایی ما استفاده نکنن برای اینکه بتونن یک چیز دروغی رو به ما تحویل بدن. نکته مهم دومی که میخوام بگم و تو بحث اکثر کسانی که صحبت کردم بود،
بحث امنیت هستش. ببینید دو فاکتور مهم امنیتی که من نام بردم ازش، اینا خیلی بحثش این نیست که حالا حکومت میخواد از اینا چه استفاده ای بکنه. یه هکر خیلی معمولی هم میتونه این سیستم رو هک بکنه و کد ملی شما رو داشته باشه، به واسطه کد ملی و خیلی چیزهای دیگه که مربوط به شما هست دسترسی پیدا بکنه. بنابراین این بحث امنیت داشتن SSL، اینکه پکیجای امنیتی که برای این سرویس تولید شده حتما نصب بشه، ازش استفاده بشه، اینا الزاما چیزی نیستش که ربطی به حکومت داشته باشه. بله، ما از اون سمت حکومتی رو داریم که یک بلاگر رو میگیره، زندانی میکنه، توی زندان کشته میشه و هنوزم که هنوز حاضر نیست پاسخگو باشه در برابر یک چنین مسئله‌ای. ولی اوج نگرانی این هستش که الان کاربرها از دو طرف مورد حمله قرار میگیرن. یک، از سمت حکومت که خب سابقهش کاملا روشنه که چه شکلی داره با کاربرها در اینترنت برخورد میکنه، سایت‌ها رو هک میکنه، نمیدونم سانسور میکنه، یه بلاگر رو میکشه. از طرف دیگه کاربرها از طرف هکرها هم مورد حمله قرار میگیرن. یه دوستی گفتش که ببخشید ازای طولانی میشه این نکته رو میگم و سعی میکنم بحثم ببندم. یه دوستی گفتش که خب ما میتونیم مطمئن باشیم اطلاعاتمون در داخل کشور میمونه. ببینید، دنیای اینترنت اینجوری نیست که شما فکر کنید یه چیزی رو میبرید میذارید توی کمدتون، درش رو میبندین و هیچ کسی دیگه نمیتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. دنیای اینترنت واقعا فضاش اینطوری نیست، مگر اینکه مثل فرض بفرمایید کره شمالی یه دیواری دور تا دور یه کشور کشیده بشه و اساساً اجازه داده نشه هیچ چیزی نه وارد بشه نه خارج بشه، که البته در صحبت‌های مقامات امنیتی به این نکته هم اشاره شده که مورد در واقع دلخواه اونا یک چنین الگویی هستش و دلشون میخواد به یک چنین الگویی هم برسن. بله، تشکر میکنم از شما امیر رشیدی که دعوت ما رو قبول کردید و امشب به روی خط اومدید. ممنونم. خب، بیننده دیگه روی خط هست از همدان. بله، احمد رضا. سلام احمد رضا. سلام خانم فریدا، وقت شما بخیر. وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روی خط. خواهش میکنم. میگن که خانم فرهادی، شما در رابطه با ایمیل که صحبت میکنید، این بسیار بحث بروز و خوبی هست. برای من این سوال پیش اومده، آیا حالا تو همه کشورهای دنیا مردم ایمیل دارن؟ شما مثلا خودتون ایمیل ندارید؟ بله، 100% ایمیل. الو. خب، آیا حق مردم ایران هم هست که ایمیل داشته باشن و یه جورایی بالاخره اطلاعات شخصیشون رو توی اون ایمیل شخصی خودشون قرار بدن؟ بله، 100%. ولی در سرویس های مثل یاهو و گوگل هیچ وقت از شما کد ملی یا اون سوشال سکیوریتی تون رو نمیخوان، اما اگر شما بخواید دسترسی داشته باشید به ایمیل ملی، حتما باید شماره کارت ملی تون رو وارد بکنید. و این شما از کجا میفهمید؟ هنوز چیزی اعلام نکردن خانم فرادی. باید بیان ریز مطالبی که حالا قراره در رابطه با این طرح صحبت. فرمش موجود هست آقای احمد رضا، فرمش موجود هست و در یک جایی از فرم حتما شما باید شماره کارت ملیتون رو وارد بکنید. خب البته اگر که حالا مسئولین کشور ما خودشون به اطلاعات شهروندانشون دسترسی داشته باشن، خیلی بهتر از اینه که مثلا کشورهای مثل امریکا که هیچ ربطی هم به ما ندارن مثلا اینا دسترسی داشته باشن به اطلاعات کشور ما، مردم کشور ما. بله، تشکر میکنم از شما برای نظری که دادید. خب رویا، چه خبر از دنیای فیسبوک، توییتر؟ من براتون نظر پروین رو بخونم. در فیسبوک گفته به نظر من باز راهی جدید برای کنترل مردم و ارتباطاتشون در ایران هستش که به هر حال دولت داره از اون استفاده میکنه. و همینطور اهورا که گفته عصر جنگ سرد دنیای اینترنت و ارتش سایبری، سختی حتی خودیهای نظام شنود میشن و با دوربین‌های مخفی تحت نظر هستن. این ایمیل اسلامی که اون رو اشتباهی ایمیل ملی نام نهادن، چیزی جز یک بازی جدید برای کنترل و مراقبت‌های ویژه اینترنتی
بانکینگ نیست، همچون داریوش کاربر دیگه ای هستش که نوشته دریافت اطلاعات شخصی با توجه به آی پی و در صورت کنترل آی پی و یا لیست سیاه آی پی ها، فرد به صورت آسان شناسایی خواهد شد و دردسر یافتن فرد با توجه به کد پستی و کد ملی تقریبا به صفر میرسه. به هر حال این بحثایی بود که در فضای مجازی بود. اگر خواستین بیشتر بحث کنید میتونید برید زیر استاتوس ما و در مورد صحبت کنید. مثل همیشه میتونید در فیسبوک همراه برنامه ما باشین و تا روز دیگه ای که فردا هست و میتونیم بیشتر در مورد صحبت کنیم. البته من فکر کنم وقت داشته باشیم برای اینکه باز هم در مورد این صحبت کنیم. کاربرایی که در مورد این مطلب نوشته بودن، یکی به این اشاره کرده بودن که پلیس در ایران حتی به کافینت ها میره و اونجا کسایی که در استفاده از اینترنت هم میخوان شروع کنن رو ازشون اطلاعات میگیره و میپرسه که کجا زندگی میکنن و اینها رو همینطور نگهداری میکنن. اما فرض ما فردا در مورد مسکن میخوایم صحبت کنیم و اینکه گرانی مسکن، گرانی اجاره خانه، اگر شما درگیر این مباحث هستین از همین الان میتونید بیاین توی فیسبوک و برای ما مطلب بذارین، ما میخونیم. بسیار عالی. خب دوستان از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. همینطور تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان. با صدای آمریکا همراه باشید، بیایید روی خط و در بحث‌های برنامه شرکت کنید. در اینجا همکارم رویا موضوع فردا شب رو اعلام کنه. البته یک بار اعلام کرد، ولی باز رویا بگو که مردم بتونن بحث کنن راجبش. مسکن، فردا در مورد مسکن صحبت می‌کنیم. شب خوش.